نفوذ در ضمیر ناخودآگاه چیه؟ تکرار دیگه. هر چه تکرار بیشتر بکنید بیشتر در ناخودآگاه نفوذ میکنه. در دین گفته شده یه ذکرهایی رو تکرار بکنید. اینو دیگه همه فهمیدن تکرار رمز نفوذ در ناخودآگاهه. اون ذکر رو برای این میگن تکرار کن که در ناخودآگاه بشینه. ولی اون عدد خاص هنوز ما نفهمیدیمش. چرا 7 بار؟ چرا 100 بار؟ بلا شک نکته ای در اوست که ما فعلا نمیفهمیم، ولی اینو میفهمیم تکرار رمز نفوذه. بسیار. ما داشتیم میگفتیم شرایط به نتیجه رسیدن تلقین. گفتیم این نیست که شما صبح تا شب را بیفتی عبارت تأکیدی بگی عبارت تأکیدی بگی بعدم به نتیجه برسی. یه شروطی داره. خب چه شروطی رو گفتیم تا حالا؟ شرط نگهداری، تکرار، عدم حساسیت، عدم نگرانی، و الان میخوایم بگیم تطابق حالات و رفتار با خواسته های درونی. ما در روانشناسی یک بحثی داریم به اسم تطابق حالات و رفتار. میگم اون چیزی که میخوای، اونی که تو درون توست، توی دل تو، توی ذهن تو، خواسته تو، باید با فرم ظاهری تو خانا باشد. من الان میخوام با یکی بجنگم تو خیابون، اینجوری وای میسم؟ تا نکشتمت برو. به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ همچین میزنه تو گوشم که سه دور دور خودم بچرخم دیگه. من اگه میخوام با کسی بجنگم باید قیافه یک انسان جنگنده رو به خودم بگیرم. برو کنار، تنه کشتمت. اصلا اوتوماتیک میره عقب. یا ابوالفضل، نمیشه که اینجوری با کسی جنگید. ما به این میگیم تطابق حالات و رفتار با خواسته درون. میخواد عبارت تأکیدی بگه بیماره، میخواد بگه به لطف الهی روز به روز بهتر میشه، یه جنازه ای رو داره رو زمین میکشه اینجوری به لطف الهی روز به روز بهتر میشه انشالله. نه عزیز من، تو خودت هم این عبارت رو باور نمیکنی با این فرمت. مثل آدمی را برو که بهبود پیدا کرده، شق و رق سرحال، به لطف الهی روز به روز. فرم ظاهری تو با خواسته ای که داری باید به هم بخونه. من بعضی از این کنکوری ها رو میبینم، با کمال شرمساری و عذرخواهی از کنکوری های جمع، میری تو خونشون ها، اصلا آدم حس میکنه وارد دارالمجانی شده. مجانیه. آره دارش. پیژامه رو تا اینجا داده بالا، یقه داره میره تو دهن، موها انگار اصلا 2 هفته از شونه نخورده، قیافه که نگاه میکنه آدم وحشت میکنه. یه تپه کتاب ریخته رو هم، توی این تپه همه چیز هست، دقت کنی بروس هست، صندل. بعد بهش میگیم چی کار داری میکنی؟ برای کنکور میخونم. این چه وضعشه؟ جمع کن خودتو. نشسته پشت میز، تا اینجا زیره، اینجوری رفته پایین، فقط یک کله شما میبینه. چی الان؟ تو چی کار میکنی؟ درس میخونم. تو بیشتر به نظر میاد داری تو سرازیری قبر میری الان اینجوری همجور. فرم تو به انسان درس خون نمیخواد. تو با این فرم درس بخونی 10 دقیقه میخونی کسل میشی، ولش میکنی. تطابق حالات و رفتار با خواسته درونی یعنی عزیز من، اگر چیزی رو در عبارات تأکیدی میگی، ظاهر تو همراه همداستان باشد با آن چیزی که میگی. ادا درار. ادا دراره؟ آره. حتی تو دین توصیه شده ادا دراره. علی علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیمن فتحلم. میخوای صبور بشی؟ عدای آدمای صبور رو در بیار، خودتو به صبوری بزن، فیلمشو بازی کن، صبور میشی. و دقیقا ما در روانشناسی همینو میگیم، میگیم عدا درار. این یه آدم بیماری که میاد تو اتاق مثلا برای مشاوره ها، آقای دکتر، اول میگم خودتو جمع کن، محکم حرف بزن. آقای دکتر چه وضعیه؟ درست. حالا بگو ببینم چی میخوای بگی. همشون خودشو جمع میکنه. خب آقای دکتر، آها تو گام اول درمانت برداشته شد،
پس این دوتا باید با هم چی باشه؟ منطبق باشه.